همکارم مورد ویسی از واشنگتن از طریق اسکایپ ما رو همراهی میکنن. خوش اومدین آقای ویسی. فساد مالی کاظم صدیقی به نظر شما چرا تا این حد بازتاب داشته؟ این کاظم صدیقی هم امام جمعه است و اهل محراب، هم یکی از مهمترین واعظان تهران و اهل موعظه. و حالا کسی که اهل محرابه و اهل موعظه، فساد 1000 میلیاردیش میاد بیرون، به نظرم بهترین مصداق برای اون غزل حضرت حافظ که میگه که واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میرون آن کار دیگر میکنن. این آقای صدیقی هم اهل محرابه، هم اهل منبره، هم استاد اخلاقه، هم مردم به رعایت تقوا دعوت میکنه، هم موعظه میکنه، هم مردم درس اخلاقی میده. ولی موقع پای عمل خودشون رسیده، معلوم شده که دزدن و برخلاف اسمش که صدیقیه، به نظر میاد دروغگو هم هست. چون اول اومد این که 1000 میلیارد تومان رو به اسمش بوده تکذیب کرد، حالا سند دوم در اومده که اصلا یک هتلی در مشهد است که اونجا هم ماهی 1 میلیارد به اسمش میاد. یعنی این آدم نه فقط اهل موعظه و اخلاق و اینا نیست که اهل فساده، که حتی اسمش هم بهش نمیخوره صدیقی، دروغ داره میگه. و ما هم نمیگیم این رو، یاشار سلطانی در داخل کشور این رو اعلامش کرد، ایران اینترنشنال و بقیه رسانه ها فقط بازتابش دادن. در داخل کشور بسیار بازتاب پیدا کرد. روزنامه فرشتگان که مال خود اصولگرا هست میگه اگر راست میگه برگردونی انبار. از اون ور گفتن این شما که پشت صحنه جبهه پایداری هستید، یکی از فقهای جبهه پایداری هستید، حتما این پولا رو تو انتخابات برای جبهه پایداری خرج کردید. کامبیز نوروزی یکی از بهترین حقوقدانان داخل کشور میگه اصلا این نمونه سابقه نداره که یه کسی بگه جاهله بعد به اسم خودش نزنه، بره به اسم یه کس دیگه ای بزنه که اینجوری به اسمی آخون بود. دیدم عباس عبدی هم نوشته این اصلا خوبه دیگه امام جمعه نره، چون اگر بره نماز جمعه با عنوان امام جمعه، نمازگزار احتمالاً در میرن از کسی که خودش رو محراب و منبر رعایت تقوا رو به مردم میگه، ولی دوست از آب در. حالا آقای ویسی، به نظر شما این واکنش های زیادی که به فساد مالی کاظم صدیقی شده چه نتایجی خواهد داشت؟ به نظرم هیچ نتیجه جز بی‌اعتباریش نزد مردم نداره. بین مردم اینا بی‌اعتبار بودن، بی‌اعتبارتر شدن. ولی اگه فکر میکنید حکومت ایشون رو بر میداره، نه خیر. حکومت مشوق از این آدم هاست. علی خامنه‌ای مشوق این هاست. اگر نبود که برخورد میکرد. علی خامنه‌ای یک شعاری داره. میگه فاسد باش ولی وفادار باش. سرکوب کن ولی فاسد باش. اتفاقا اینها چون اهل مدعی ان، اهل منبر ان و بسیجی ها رو تحریک میکنن علیه مردم معترض، حکومت کارشون نداره. یه ملکی هم بهشون دادن، حوزه علمی خمینی، تازه حالا حوزه علمی خمینی هم به اسم خودشون زدن، پول هتل هم براشون میاد. از اون طرف این نشون میده کسایی مثل ایشون که غارت میکنن، چپاول میکنن اموال مملکت، چون اینا مال مملکت دیگه، مال حوزه علمی که نیست که، ثروت مملکت که اینا وارد کردن، چون میبینن که جمهوری اسلامی در حال فروپاشیه، میگن سهم خودمون رو غارت. چرا خامنه ای هم اینها رو سر جاشون در میداره؟ غیر از اینی که در سرکوب مشارکت دارن و خامنه ای دوست داره اینا وفادار باشن ولی فاسد باشن، مثل قالیباف که سرکوب کنه ولی فاسد باشه. اگر اهل این بودن با فساد مبارزه میکردن، باید رسانه ها آزاد میبودن و قوه قضاییه هم مستقل بود با که فساد برخورد میکرد. موقع علی خامنه ای دشمن مطبوعات، موقع قوه قضاییه مستقل نیست، زیر نظر بازجو و امنیتی هاست، معلوم نمیخوان با فساد برخورد کنن. و همونطور که خودشون میگن، ما نمیگیم، احمد توکلی مؤسسه دیدبان، کسی که در جمهوری اسلامی به خرج آقای خامنه ای رفته، دکترا گرفته، اون میگه فساد در جمهوری اسلامی سیستماتیکه، اینقدر هم دیگه بالا شده این فساد که مسئولین هم که درگیرش شدن دیگه اونا نمیتونن کاری ازشون بر نمیاد. ممنون از توضیحات و همراهیتون. همکارم مراد ویسی از واشنگتن از طریق اسکایپ ما رو همراهی کردید.